صبحت بخیر افغان عزیز. سلام رستم جان، صبح شما همچنان بخیر، امید صحتمند باشین. تشکر، سلامت باشی. ما کاملا صحتمند هستیم. فکر کنم که بیرون هم هوا فوق العاده سرد است و خودت خوب خنکام گرفتن. بله واقعا امروز هوا خیلی زیاد سرد است در کابل. از دوستا هم خواهش میکنم که از خانه اگر نبرآمدن کوشش کنند لباس های گرم بپوشند تا سردی هوا سرشان زیاد تاثیر نکنم. بسیار خوب افغان عزیز، پس خودتان مواظب صحت خودت باش که خدای نخواسته مریض نشید در هوای سرد. این گزارش درباره چی است افغان؟ شکر. زنده باشین. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، از شما هم تشکر که بیننده دومین گزارش ما از یکی از بخش های شهر کابل یعنی از برکی هستین. گزارش ما را به گونه کاملا زنده بیننده هستین. ما به برکی آمده ما میخواهیم که همراه دو تن از هموطنان ما صحبت بکنم، کسانی که به گفته خودشان از ولایت بلخ، از یکی از ولسوالی های ولایت بلخ مهاجر شدن، از مجبوریت آمدن به کابل و در این هوای سرد که ما بر چند دقیقه که استاد میشیم به خاطر گزارش دادن بر ما خیلی سخت تمام میشه، اما اینا که از صبح تا شام اینجا نشستن و به خاطر پیدا کردن چند افغانی تا لقمنان شوه برای خانوادهشان، بیاین همراهشان معرفی شوین و همراهشان صحبت بکنیم. بازم سلام. علیکم السلام. نام شما چیه؟ نام ما باز محمد، از ولسوالی کشنده ولایت بلخ هستیم. چرا از اونجا آمدین؟ از دست ناامنی و جنگ زیاد. به خاطر که جنگ از خانه تان ایلا دادین آمدین؟ بله، خانه ما را ایلا دادین. ما آمدیم در اینجا پروان دو میشنیم، مای پنجینی مزار کرام میتیم به اگولی. آب نداره، برق بعض روز هست بعض روز نه. ما هفت فامیل هستیم، 35 نفوس هستیم. به این امی رقم روز سیر میکنیم. هر روز میاییم دمی برفا میشینیم؟ هر روز برفا، با باریدن برفا ما آمده ایم و میاییم. مجبور هستیم که پول یک تومان پیدا کنیم. اینا چطور میشه؟ اینا هم بچه کاکای ما هست، به همین شکل هست. خب در یک اولی میشینیم؟ در یک اولی میشینیم، بله. صبح چند بجه میاییم؟ همین صبح 6 بجه آمدیم. 6 بجه، تا چند بجه میباشیم؟ تا 12 بجه اینجا میباشیم. بعد 12 بجه در مسجد برکی میریم، به خاطر یک فاتحه‌گیری کس مردم در اونجا میاد، چند تا بود. فقط بود رنگ میکنین؟ بله. روزانه چقدر عاید دارین؟ بعضی روز 100 روپیه، بعضی روز 50 روپیه، این رقمی هست دیگه، تو دقیق نیست که همه روز یک رنگ باشه. وقتی در ولسوالیتون زندگی میکردین اونجا چیکار میکردین؟ اونجا دهقانی میکردیم. دهقانی خوب بود، بد نبود. کرای خانه نداشتین؟ نه، کرای خانه نداشتیم، کرای برق نداشتیم. منطقه ما دیهات و کوزمین بود، به اونجا زندگی میکردیم. خب بیشتر مواد خوراکی هم زرم میکردین، از زمین هایتان حاصل میگرفتین؟ بله بله، از اونجا گندم، جو، از این چیزا میگرفتیم. کرای خانه نداشتین، مواد خوراکیتان از زمین ها بود؟ بله بله. خانه از خود بود؟ بله. و مشکل زیاد نداشتین؟ نه، اونجا مشکل نداشتین. خب همه چیز باید پیسه بدین؟ همه چیز پیسه بدین، ولی پیسه همه چیز نیست. روزای میشه که ما یک دفعه نان میخوریم دیگه خلاص است. با یک دفعه نان خوردن روز تیر میشه. اینکه نفوس کابل هم زیاد شده، هر جای رابندان است، نفر زیاد است. دلیل شما میست که ولسوالی ها یا ولایت دوردست مثل ولسوالی شما وارن آرام است، اونا آمدن. اگر ولسوالی تان آرام باشه پس میخواین برین؟ بله میخواییم، همه دقیقه ولسوالی ما آرام باشه و جان ما اول خود جور باشه پس جای ما. برای خودتان که زندگی میکنین، برای زندگی کردن خودتان و خانواده تان، قریه تان خوب است یا کابل؟ هر کس وطنش بهتر است، جایش خوبتر است، ولی اینجا که آمدیم از مجبوری روز تیر نشدن آمدیم. چند فرزند دارین؟ ما مال خدا 5 تا داریم، یکیش پسر است و 4ش دختر است. خردش چند سال است؟ کلانش 8 سال است. خردش تقریبا 40 روزه هست که ما او توشته که نوزاد از دست ناامنی گرفته در اینجا آمدیم. چند روز میش آمدین؟ آمدن ما را میگن 35 روز شوه یا 30 روز شوه هم رقم شوه. طفلک تو اونجا به دنیا آمد؟ بله، طفلک اونجا 4 روزه بود گرفته آمدیم به اینجا. به این رقم روز سخت. تشکر از شما، زنده باشید. زنده باشید. خب دوستان عزیز، ای هم بود گزارش دو ما از منطقه برکی شهر کابل که به گونه زنده تقدیم شما شد. امید مورد توجهتان قرار گرفته باشه. حال هم شما و استدیوی صبح و زندگی تلویزیون آریانا. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین، و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.